این هفته ماهواره‌های بپا، پهپادهای طبی و دستبندهای بیومتریک. این عکس هوایی پارکینگ دیزنی ورلد در فلوریدای آمریکاست در دوران قرنطینه. عکس رو شرکت پلانت لبز گرفته که تعداد زیادی کیوبسات روی مدار زمین دارن و مدام از نقاط مختلف دنیا عکس میگیرن تا ببینن هر روز چه تغییراتی در سطح زمین رخ میده. با این نظارت تقریبا لحظه به لحظه میشه تحولات دنیا رو بهتر فهمید. از نابودی جنگل‌ها بگیرید تا اونچه که در اردوگاه‌های پناهجویان در میانمار اتفاق میفته. طبعا در دوره بحران کرونا این عکس‌ها تونسته به فهم تأثیر شیوع این بیماری و فراگیریش در دنیا کمک کنه. داده‌های پلنت لبز حتی برای سنجش وضع اقتصاد جهانی هم به درد می‌خوره. مثلا دولت‌ها میتونن تخمین بزنن که محصول کشاورزی امسال چطوره، یا سرمایه‌گذارها میتونن ارزیابی کنن که ذخیره نفت در نقاط مختلف دنیا چقدره. تأثیرات کرونا بر اقتصاد کاملا مشهوده. چند نمونه یا شاخص دم دستی اگه بخوام بگم، مثلا کشتی‌ها که یا در بنادر جمع میشن یا ناپدید میشن، هواپیماهایی که توی فرودگاه‌ها معطل میمونن، یا مخازن نفتی که دارن لبریز میشن چون تولید نفت ادامه داره ولی مصرف به اندازه قبل نیست. در نتیجه ظرفیت موجود برای انبار مازاد تولید نفت داره پر میشه. البته بحران کرونا تبعات مثبت هم داشته، مثلا برای محیط زیست، و احتمالاً باعث شده شیوه های جدیدی برای کار در قرنطینه ابداع بشه. آلودگی هوا کم شده، یعنی بعضی تأثیرات تعطیلی کارخونه‌ها و کاهش تردد جاده‌ای و هوایی محسوسه. به طور کلی میشه گفت این دوران کمی عادات و رفتار مردم رو عوض کرده. مثلا اینکه خیلی ها به جای اینکه برن دفتر کار، پای زوم جلسه برگزار میکنن، یا بعضی ها به جای اینکه برن از یه مکان مشخص بازدید کنن، از داده حسگرهای ماهواره‌ای استفاده میکنن. اما به هر حال یه مقدار مشخصی میشه از عکس دو بعدی اطلاعات کسب کرد. گام بعدی اینه که با کمک هوش مصنوعی دنیا رو قابل جستجو کنیم. یعنی در آینده نزدیک ممکنه با بینایی کامپیوتری و یادگیری ماشین بشه اطلاعات بسیار ریز و مشخص درآورد. مثال توی پاکستان چند تا خونه هست و با گذشت زمان چقدر تغییر کرده، همچین سوالی رو باید بشه پاسخ داد. یا مثلا از ماه گذشته تا الان در کدوم بخش آمازون درخت قطع شده، طول و عرض جغرافیاییش رو بده که بررسی کنم. به عبارت دیگه الان تصویر روزانه داریم از فعالیت‌های اقتصادی و انسانی و محیط زیستی، همه همزمان و یک جا. اگه هوش مصنوعی و داده‌های دیگه هم به این تصویر اضافه بشه، روندهایی که میتونیم ببینیم و پیشبینیهایی که میتونیم بکنیم بی نظیر خواهد بود. ممکنه در نهایت با چشمهایی که در آسمون کار گذاشتیم دنیا رو جور دیگه‌ای ببینیم. درست در زمانی که سرعت شیوع کرونا کند شده و اوضاع یکم داره بهتر میشه، یک مشکل دیگه پیدا شده. سازمان بهداشت جهانی اسمشو گذاشته اینفودمیک یا شیوع اطلاعات نادرست. پدیده تازه‌ای هم نیست، ولی پخش اخبار ساختگی دستکاری شده و بعضاً به کل دروغ در این دوران افزایش پیدا کرده. مثلا چند وقت پیش شایع شده بود که بوریس جانسون کرونا گرفته و مرده، یا اینکه 5G به شروع کرونا ربط داره. بعضی حتی میگفتن این ویروس اونقدر خطرناک نیست و کلاً اغراق شده، و خب نتیجهش این بود که بعضی‌ها قرنطینه رو جدی نمی‌گرفتن. خلاصه این شد که خودمون تصمیم گرفتیم بررسی کنیم ببینیم گروه های سیاسی افراطی و در حاشیه چطور از اینترنت و فرصتی که کرونا در اختیارشون گذاشته سوء استفاده می کنند. گاهی یک موضوع که در سایت های نچندان معروف یا در چت های خصوصی تر شده به سرعت پخش میشه و به رسانه های بزرگ هم میرسه. مثلا این شایعه که ویروس کرونا رو بیل گیتس ساخته یهو خیلی گسترده شد، یا این شایعه که گسترش کووید 19 تقصیر مسلمان هاست و سرچشمه‌اش هند بوده و خیلی سریع تا آمریکا هم رسیده.
اخبار جعلی در همه گرایش‌های سیاسی دیده میشه. برای هر موضوعی که در نظر بگیرید و در هر بحثی که فکرش رو بکنید، حجم زیادی اطلاعات غلط و حتی نفرت پراکنی وجود داره. اما یک گروه هست که بنابر شواهد بیش از بقیه در کارزار اطلاعات غلط فعاله. راست افراطی. نمونه‌های این قبیل دروغ پراکنی‌ها و روایات جعلی کم نیست. ولی این پژوهش که ما در تیم کلیک بی بی سی با کمک مؤسسه گفتگوی راهبردی، که یکی از اتاق‌های فکر معتبر دنیا در حوزه پژوهش‌های افرادگرایی انجام دادیم، یکی از نخستین پژوهش‌هایی که تلاش کرده ابعاد واقعی این مسئله رو بفهمه. برای این پژوهش 38 صفحه عمومی فیسبوک رو که با گروه‌های دست‌راستی در نقاط مختلف دنیا مرتبطن بررسی کردیم و بیش از 150 هزار پستشون رو از ژانویه سال جاری میلادی تحلیل کردیم. روی هم 18 روایت اصلی در این صفحه ها پیدا کردیم. حول مهاجرت، اسلام، مالکیت اسلحه، جرم و جنایت و غیره. عجیب ترین قسمت ماجرا این بود که هرچی از قرنطینه میگذشت، صحبت از ثروتمندان بیشتر میشد. امثال جف بزوس، خاندان روتشیلد، جورج سوروس و بیل گیتس. و به همون نسبت حرفایی که این آدم ها رو به کرونا ربط میداد بیشتر میشد. سرپرست پژوهش کلوی کالیور بود. علت این که رفتیم سراغ این پژوهش این بود که میخواستیم ببینیم نسبت افرادگرایی و دروغ پراکنی در اینترنت چیه و میخواستیم ببینیم کرونا چه تأثیری روی این روندها داشته. این صرفاً یک نمونه از گروه‌های فیسبوکیه که ما بهش دسترسی داشتیم و تونستیم بررسی کنیم. شاید یکی از بهترین نمونه‌های این جریانه که نشون میده گروه‌های راست افراطی چقدر به کرونا توجه داشتن و فعالیت کردن. ولی یک چیز رو نشون نمیده که از قضا بسیار نگران کننده تر هم هست و اون اینه که چقدر فعالیتشون از حاشیه به متن فضای اینترنت اومده. الگوریتمی که نوشته بودند گروه‌های راست افراطی رو بر اساس موضوعی که درباره‌اش حرف می‌زدند به 5 دسته تقسیم کرد. یکی حول یهودیت، یکی حول اسلام، یکی مهاجرت و یکی مسائل همجنسگرایان. اما بزرگترین دسته که به مراتب گسترده‌تر از بقیه بود، همون نخبگان و ثروتمندان و تئوری‌های توطئه بود. اگه به این تئوری‌های توطئه که در مورد ثروتمندان مطرح میشه نگاه کنید، میگن اینا واکسن کرونا رو دارن ولی به مردم نمیدن. یا اصلا این بیماری رو عمدن درست کردن و اغلب کلیشه های یهودی ستیزانه در مورد ثروتمندان یهودی دارن و در واقع تحت پوشش بحث درباره کرونا دارن محتوای یهودی ستیزانه تولید میکنن. این پژوهش نشون داد این دسته علاوه بر این که کرونا رو به ثروتمندان ربط میدن، بیش از هر گروه دیگه فکر میکنن این ویروس ساخته بشره یا اغراق شده یا درمانش موجوده. بعضی ها از داروهایی مثل کلوروکین برای درمان کرونا اسمی بردند که به رغم صحبت‌های آقای ترامپ اثبات نشده و ممکنه خطرناک باشه. خیلی از حرفایی که میشنوین از اون دست حرفاییه که من بهشون میگم گزارش موردی. ممکنه درست باشن ولی موردی هن. در نتیجه تنها چیزی که میتونم بگم اینه که برای حصول اطمینان از اینکه داروی موثره باید آزمایشی بکنین که اطلاعات مفید ازش به دست بیاد. یافته‌های پژوهش رو برای فیسبوک فرستادیم. اونا گفتن تعدادی از لینک‌هایی رو که برنامه کلیک بی بی سی فرستاده بود و با مقررات ما در زمینه نفرت پراکنی و پخش اطلاعات غلط و مضر مغایرت داشت، بستیم. اگه مطلبی دروغ باشه اما خلاف مقررات ما نباشه، پخش اون رو محدود می‌کنیم و برچسب هشدار روش می‌زنیم که در 95% موارد باعث میشه مردم سراغ محتوای اصلی نرن. با این حال به نظر میرسه پروپاگاندای گروه‌های افراطی همچنان ادامه خواهد داشت و روی موج پاندمی یا دنیاگیری رشد خواهد کرد. به نظرم به مرور که اشتیاق مردم به پیروی از تدابیر بهداشتی که در نقاط مختلف جهان اتخاذ شده کمتر بشه، توان گروه‌های راست افراطی برای اینکه فعالیت‌هاشون رو با بهره‌گیری از کرونا از حاشیه به متن بیارن بیشتر خواهد شد. این هفته گوگل مپس ویژگی جدید هشدار کووید 19 رو در چند کشور از جمله بریتانیا و ایالات متحده اضافه کرد تا به افراد کمک کنه در دوران محدودیت رفت و آمدهاشون رو بهتر برنامه ریزی کنن. فست بریک روباتیکس رباتی به نام هیدریان اکس به نمایش گذاشت که رکورد سریع‌ترین آجر چینی خودش رو با گذاشتن 200 آجر در ساعت شکست. و شرکت زیبایی نکست موشن اعلام کرد که در حال ساخت به قول خودش اولین ربات تزریق زیبایی در جهانه.
لنا از یک سیستم بینایی و هوش مصنوعی برای انجام مستقل تزریقات زیبایی استفاده میکنه. این سیستم منتظر گرفتن مجوز و تا سال 2022 آماده میشه. این هفته همینطور IBM اعلام کرد که فعالیت روی توسعه، تحقیق و عرضه فناوری تشخیص چهرش رو متوقف کرده. این شرکت در نامه‌ای به کنگره ایالات متحده گفته که به شدت مخالف استفاده از هر گونه فناوری از جمله تشخیص چهره توسط شرکت‌های دیگه است که برای نظارت عمومی یا تشخیص هویت نژادی استفاده بشه و حقوق اولیه انسان‌ها و آزادیشون رو نقض کنه. برنامه پزشک از راه دور بابیلون هلث به یک نقص امنیتی اذعان کرده. یکی از کاربران بابیلون متوجه شده که به ده‌ها فیلم ضبط شده از مشاوره بیماران دیگه دسترسی پیدا کرده. بابیلون گفته مشکل رو برطرف کرده و به نهادهای ناظر اطلاع داده. گروه فروشگاه‌های گپ 73 ربات انبارداری رو برای پاسخگویی به نیازهای ناشی از افزایش سفارشات آنلاین خریداری کرده. ربات‌های ساخت شرکت کایندرد میتونن 335 قطعه رو در ساعت بردارن. این شرکت در حال حاضر 106 ربات تفکیک جنس داره. و در آخر این هفته شاهد ربات جدید کابل محوری بودیم که برای تعامل و ردیابی حرکات حشرات استفاده میشه. محققان میگن آزمایشگاه روی کابل به اونها امکان میده با موفقیت نحوه پرواز حشرات رو بدون اتصال به اونها مطالعه کنن. با این سیستم میشه حرکت شاپرک‌ها رو با سرعت حداکثر 3 متر در ثانیه زیر نظر گرفت. درباره استفاده از پهپاد به عنوان پیک حرف زیاد زده شده، ولی به خاطر مقررات سفت و سخت هیچ وقت در عمل به جایی نرسید. آیا ممکنه در این دوره که همه میخوان تماس انسانی کم بشه این ایده یهو گل کنه؟ روستای مانیگل در 140 کیلومتری جنوب غربی دوبلین در جمهوری ایرلند واقع شده، جایی که شرکت پهپادساز مانائرو و سازمان متولی بهداشت ایرلند دارن سعی میکنن یک طرح جدید رو به اجرا بگذارن. مانائرو از مدتی پیش به طور آزمایشی از این ایستگاه برای مردم غذا میبرده، ولی بعد از ماجرای کرونا و قرنطینه تمرکز کردن روی دارو. Hello, Dr. O'Reilly. گام اول کارشون مشورت با پزشک. Cough bottle for that. پزشک نسخه رو به داروخانه محلی ایمیل میکنه. And they're going to deliver the drugs back to you by drone delivery. Okay, no problem. جعبه دارو رو به پهپاد وصل میکنن و میفرستن دم در خونه بیمار. دریافت کننده دارو به خاطر خطر کرونا نباید هیچ کس رو ببینه. من 70 سالمه و گفتن باید بمونیم خونه. ما هم موندیم. اصلا بیرون نرفتیم. این طرح درخشانه. فکر نمی‌کردم هیچ وقت روزی رو ببینم که فناوری به جایی برسه که دیگه لازم نباشه برای داروم سوار ماشین شم برم شهر رو برگردم. در بریتانیا هم دارن به این فکر میکنن که چطور میشه با پهپاد داروهای ضروری مردم رو رسوند. دلمون میخواد هفته های آینده در بریتانیا هم همین طرح رو آزمایش کنیم. همین کاری که در ایرلند داریم میکنیم رو با شرایط مشابه و برای کمک به مردم در این دوران. مذاکره ادامه داره. خط تولید و دفتر و بخش تحقیق و توسعه ما در ویلز. میخوایم اول در ویلز طرح رو پیاده کنیم تا بقیه اهالی بریتانیا هم ببینن چه جوریه. پیشتر در ویلز هم پیک پهپادی آزمایش شده بود. درست پیش از قرنطینه یه پهپاد یه دستگاه الکتروشوک رو برد بالای اسنودونیا در ویلز. میخواستن با یک هدف خارج از محدودی دید آزمایشش کنن که موفق شدن. البته با همکاری خدمات آمبولانس ویلز. اینم یک عملیات آزمایشی دیگه است که اولین بار در بریتانیا انجام میشه. تجهیزات پزشکی رو با پهپاد از بیمارستان عمومی ساوثهمپتون به بیمارستان سنت مری در جزیره وایت میبرن. سازمان فضای بریتانیا هم اعلام کرده ممکنه یک روز مسیرهای پروازی مخصوص برای پهپادهایی که اقلام ضروری حمل میکنن در نظر گرفته بشه. احتمالش هست که در ماهای آینده بین مکانهای مختلف یک مسیر هوایی مشخص برای کمک به بحران کووید 19 در نظر بگیریم. چند بیمارستان هستن که به مشکلاتشون واقفن و آمادن که با ما همکاری کنن. بعضی ها هم همکاریشون رو با نظام درمانی انگلستان شروع کردن و از این طرح حمایت میکنن و میخوان که عملیات آزمایشی در منطقهشون انجام بشه. حتی تشخیص رو هم میشه با پهپاد انجام داد.
در دانشگاه ساوت استرالیا یک طرح آزمایشی داشتند که دمای بدن و علائم حیاتی دیگر رو با پهپاد اندازه گرفتند. تشخیص میدادند کی سرفه میکنه و دمای بدنش چقدره. همین سامانه رو یکی از نیروهای پلیس آمریکا داره با پهپاد دراگون فلای یا سنجاقک آزمایش میکنه. پژوهشگران میگن ممکنه یک روز بشه حتی بیماری‌های مختلف رو هم با پهپاد تشخیص داد. مثلا اینکه شخص کرونا داره یا ابولا. پس به نظر میرسه که باید به این منظره عادت کنیم. بعید نیست پیک پهپادی زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردیم به شهر و دیارمون بیاد. همه جای دنیا دولت‌ها و شرکت‌های مختلف دنبال روش‌های تازه هستند که مرتب دمای بدن مردم رو اندازه بگیرن تا اگه کسی کووید 19 داشت مشخص بشه. یکی از شرکت‌های فعال در این حوزه ودافونه. ودافون داره یک دوربین حرارتی عرضه می‌کنه که دمای بدن 8 نفر رو همزمان اندازه می‌گیره و میگن دقتش 0.3 سانتیگراده. اما سوال اینه که اندازه گرفتن دمای بدن مردم چقدر میتونه جلوی گسترش ویروس رو بگیره؟ دمای داخلی بدن آدم ها با هم فرق میکنه. معمولا بین 36.5 و 37.5 درجه است، اما به هر حال یه مقدار بالا پایین داره. در نتیجه ممکنه دونستنش خیلی کمکی نکنه. نکته دوم این که شواهد زیادی در دست داریم که بسیاری افراد که کووید 19 میگیرن علائم بیماری ندارن. بنابراین ممکنه تب نداشته باشی ولی ناقل ویروس باشی. Go on to infect others. For the most part these days especially I would imagine most people who are feeling ill. فکر می کنم اکثر افراد به خصوص این روزها اگر احساس کنن حالشون خوب نیست خودشون بلافاصله دستشون رو میبرن بالا که من حالم خوب نیست یا یه چیزیمه. بعید میدونم کسی بخواد آزمایش رو گول بزنه. مثلا بروفن یا پاراسیتامول بخوره که دمای بدنش اگه یه ذره هم بالا بود بیاد پایین. بنابراین فکر می کنم این طرح در عمل خاصیت چندانی نداره. ولی ودافون معتقد فایده داره. کاملا احتمالش هست که کسانی ویروس داشته باشن و نفهمیم یا کسانی نداشته باشن و فکر کنیم دارن. ولی به نظرم به اندازه کافی تشخیص درست خواهیم داد که بشه گفت ابزار مفیدیه. حداقل تا زمانی که واکسن کووید 19 ساخته بشه به ایمنی و سلامت محیط کار کمک میکنه. یک راه دیگه اینه که به جای اینکه دمای بدن رو یک بار اندازه بگیریم به طور پیوسته اندازه بگیریم. حتی میشه علائم حیاتی دیگه بدن رو هم بهش اضافه کرد. همه اینهایی که گفتم داره الان به طور آزمایشی انجام میشه. لیختنشتاین کشوری که کلن 38 هزار نفر جمعیت داره. میخواد به همه شهروندانش دستبندهای بیومتریک یا زیست سنج بده برای اینکه موارد احتمالی کووید 19 رو به طور لحظه‌ای ردیابی کنه. ما تلاش کردیم به نوعی مشخصات این بیماری رو پیدا کنیم، یعنی پارامترهای مختلف بدن انسان رو اندازه بگیریم که اگه موج دومی در کار بود از قبل بفهمیم. این دستبندها ضربان قلب و دوای سطح بدن و چند پارامتر دیگر رو که راحت میشه از روی مچ اندازه گرفت اندازه میگیره. اما این دستبندها چیز جدیدی نیستند و اتفاقا پیشینه جالبی هم دارند. در اصل برای زوجهایی بوده که میخوان بچه دار بشن. کارش اینه که پارامترهای فیزیولوژیک مختلف رو اندازه میگیره و بر مبنای اونها تشخیص میده بازه زمانی باروری کیه. وقتی ماجرای کووید پیش اومد، دیدیم با ترکیبی از همون پارامترهایی که اندازه میگرفتیم میشه نشانه های کووید رو هم تشخیص داد و در واقع انتقال بیماری رو ردیابی کرد. یکی دو کشور بزرگتر هم ابراز علاقه کردند. ممکنه در نهایت این پژوهش بخشی از یک پژوهش بزرگتر بشه و بشه در کل اروپا اجراش کرد. البته استفاده از دستبند بیومتریک در کل اروپا به این سادگی هم نیست. داده های مربوط به سلامتی خیلی حساسه، در نتیجه لایه های حفاظتی بیشتری داره. فقط میشه در ابعاد یک کشور ازش استفاده کرد و تازه اون هم به شرطی که مبنای حقوقی محکم داشته باشه. خلاصه غیر ممکن نیست، ولی لازمش قوانین جدیدی در سطح اتحادیه اروپاست که اجازه بده از این داده ها استفاده کنیم. در بندر آنتورپ بلژیک هم دستبندی عرضه شده که خیلی با قبلی فرق داره. When
کرونا که شروع شد ما گفتیم خب ما که امکان اندازه‌گیری فاصله دستگاه و یه وسیله رو داریم، نمیشه همون جوری فاصله دو تا وسیله رو اندازه بگیریم؟ اینجوری شد که با همون فناوری امکان فاصله گذاری اجتماعی رو هم فراهم کردیم. شخصی که دستبند به دستشه اگه به کسی بیش از حد نزدیک شه دستبند میلرز و اطلاع میده که باید یکی دو قدم بری عقب تا از محدوده خطر خارج بشی. این دستبند قابلیت ردیابی تماس هم داره، ولی مشکل حریم شخصی است. قبل از کووید 19 همه فکر میکردن نقطه آغاز برای من در هر بحثی مسئله حریم شخصیه، ولی این موضوع دیگه به اون شکل مطرح نیست اگر اولویت حفظ سلامتی همه باشه. با این حال حرف این فناوری اتحادیه‌های کارگری رو نگران کرده. باید متوجه بود که تفکر و شیوه کار اتحادیه‌ها چیه. اگر اتحادیه‌ها درست متوجه نشن این ابزار فناوری دقیقاً چیه و چی کار میکنه و چه فوایدی برای اعضاشون داره، طبعاً مخالفت میکنن. و به نظر من این اشتباه بعضی شرکت‌ها بوده که گفتن چه فناوری خوبی حتما استفاده میکنیم، بدون اینکه وقت بذارن به گروه‌های ذی‌نفع توضیح بدن که این چیه و فایده‌اش چیه. شرکت‌های مختلف در سراسر جهان به این نتیجه رسیدند که میشه بعضی محصولات رو با تغییر کاربری برای مقابله با کووید 19 استفاده کرد. از طرف دیگه هرچه دولت‌ها برای حل مشکلات به فناوری بیشتر رو میارن، مرزهای حقوقی و اخلاقی موجود بیشتر جابجا میشه. اگه تا حالا وسط سر و صدا به طور آنلاین با کسی حرف زده باشید، حتما متوجه شدید که چقدر این سر و صدای اطراف مزاحمن و چقدر این کار سخته. اما این موضوع به گزارشگر کلیک همکار ما کریس فاکس فشار زیادی آورده، گویا سختی زیاد کشیده، رفته ببینه آیا میشه صدای پس زمینه رو یه جوری حذف کرد. امروز هدفم اینه که هر چی میتونم سر و صدا تولید کنم که ببینم یادگیری ماشینی میتونه سر و صدای اضافی رو حذف کنه یا نه. اگر اهل بازی کامپیوتری باشین شاید شنیده باشین که انویدیا سازنده معروف کارت‌های گرافیک وارد بازار فناوری حذف صدای اضافی هم شده. اسم محصولشون RTX Voice. یه میکروفون حرفه‌ای آوردن با یه لپتاپ مخصوص بازی که کارت گرافیک صوتی انویدیا RTX روش سواره. اینورم یه لپتاپ معمولی دارم با یه نرم افزار به اسم کریسپ که سازندش میگه همون کار رو میکنه بدون اینکه لازم باشه اون همه پول خرج کارت گرافیک کنین. اول توی خونه امتحان میکنیم. درها رو باز گذاشتم که صدای خیابون بیاد. ماشین لباسشویی رو هم روشن کردم. یه صدای پارس سگم گذاشتم از بلندگو پخش شه. Okay, I can hear a train going past now, so let's turn on the noise cancellation. And what NVIDIA says it's doing here is using AI on the graphics card on a bit of spare capacity that you might not be using while gaming to do the noise cancellation. Okay, we have a train going past. So same experiment again, let's turn on the noise cancellation. There's the dog. And how does the laptop fare without the graphics card? This is just the software AI running on an ordinary laptop. بعد از خونه گفتم توی کافی شاپ امتحان کنم. منتها چون قرنطینه ایم صدای محیط رو از بلندگو پخش میکنم. صدای دستگاه قهوه ساز و موسیقی پس زمینه هم میذارم. حالا این وسط چند خطم از روی یک کتاب میخونم. Claire Richards has been on an extraordinary rollercoaster journey since she joined Steps at 19. After the highs of chart-topping success and the fame that brought, her life hit rock bottom when she left the band. But she fought her way back to create a whole new career in television, finding her inner strength along the way. Now she's finally ready to share it all. تو آزمایش سوم سر و صدا رو بیشتر میکنم. از سشوار و جاروبرقی بگیر تا صدای زنگ خطر. همه چی رو روشن کردم. بعد میخوام بشینم منشور سلطنتی بی بی سی رو بخونم. Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation. Elizabeth II, by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation. Elizabeth II, by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
خب حالا بریم سراغ بنیانگذار کریسپ. داوید، سوالم اینه که آیا خودت از حذف صدای خودتون استفاده می‌کنی؟ چون ما به کوچکترین صدای اضافه در زمینه حساسیم. 100%. همیشه روی لپتاپم روشنه. بذار نشونت بدم. هیچی نمیشنوی. هرچند وقتی صدا خیلی بلند بود، بعضی صداهایی که میخواستی بشنوی رو یکم مصنوعی میکرد. دارین روی این موضوع کار میکنین؟ روی چند فناوری مختلف همزمان داریم کار میکنیم و هدف اینه که یه موقع نرم افزار خودش رو با صدای شما تطبیق بده و اگه بشه به مراتب بهتر از این چیزی میشه که الان شنیدی. من هم کریسپ هم RTX Voice رو تقریبا با هر نرم افزار تلفن تصویری که بگی روی لپتاپ امتحان کردم و هر دو خیلی خوب بودن، ولی کریسپ روی اندروید و گوشی های اپل خیلی محدودتره. برنامه‌ای ندارین که با بعضی از اپلیکیشن‌ها همکاری کنین؟ راستش ما تصمیمامون رو خیلی استراتژیک میگیریم. خیلی محتاطیم که با کی همکاری میکنیم. مثلا با دیسکورد همکاری کردیم و به همون واسطه الان کریسپ داره به 200 میلیون کاربر خدمات میده. یعنی کسانی که از دیسکورد برای مکالمه استفاده میکنن. همکاری خیلی موفقی بود که بهش مفتخریم. انویدیا اعلام کرده که سیستمشون هنوز در مرحله آزمایشیه، اما همین هم برای خوره‌های بازی که کارت گرافیکی RTX دارن خیلی چیزه به درد بخوریه، چون همه صداهای مزاحم رو حذف میکنه که وسط بازی که میخوای با بقیه بازیکن‌ها حرف بزنی حواست پرت نشه. برای کاربرای عادی هم نرم افزاری مثل کریسپ میتونه مفید باشه، به خصوص اونایی که خونه‌شون شلوغه و باید پای تلفن یا چت کار کنن. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. اونجا لیستی به نام کلیک هست که این برنامه و برنامه‌های پیشین رو اونجا میتونید پیدا کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.